زنی که در 40 سالگی به مرد زندگیش رسید. با عرض سلام و درود خدمت یک و یک شما خوبان عزیزان، خرسند استم که باز هم مجمل غفوری با تقدیم نمودن یک داستان دیگر از نوشته های فرشتگانی در خدمت شما عزیزان استم. با بیت ایدی داستان را آغاز میکنم. اما فراموش نکنین چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بدین. عید قربان آمده، ای دوستان شادی کنید. یاد از پیغمبر توحید و آزادی کنید. او که در راه خدا از مال و فرزندش گذشت، با تبر بت‌های جهل و خودپرستی را شکست. بنده پاک خدا و پیرو الله شد، نامش ابراهیم بود اما خلیل الله شد. و اینک آغاز داستان. در افغانستان معمولاً سن نو زندگی را بر مردم تعیین میکنه، به خصوص وقتی که سن زنها از 30 به بالا میره، دیگه به او حتی جامعه اجازه نمیده که زندگی خوب و مشترک را آغاز کنه. ایجریان بر زنایی که در سن جوانی نتانستن ازدواج کنن خیلی دشوار است. ولی بر یک زن که مطلقه است، دیگه همه چیز به پایان رسیده. اونه تنها دیگه حق زندگی مشترک دوباره را نداره، بلکه باعث فحشا و بیراهی دخترها هم شمرده میشن. خواه آن زن قربانی اصلی زندگی مشترک گذشتش بوده باشه. ای داستان زندگی ما است. داستانی که دو سراپا قربانی دادم. به حسم، به غرورم لطمه وارد شد. لط و کوب شدم. بارسمان بسته شدم و بینان و بیاب سپری کردم. ولی زنده ماندم. در حالی که اصلا نمیخواستم زنده باشم. ولی زنده ماندم. وقتی که ازدواج کردم، طبق معمول به خواست خانواده به شوهر داده شدم. با او هم سرنوشت خودم را قبول کردم و شوهرم احترام گذاشتم. گفتم عشق بعدن خودش شکل میگیره. اگر عشق هم بین ما نباشه فرق نمی کنه. ما میتونیم کنار هم زندگی کنیم. او وقت سن ما 19 ساله بود. از امو اول شوهرم بسیار آدم بی حیا و شراب خور بود. شبها دیرتر خانه می آمد و وقت چیزی از او میپرسیدم، مرا تا حد مرگ لتو کب میکرد. که دیگه هیچ کس اجازه ایره نداشت تا مرا از دست او نجات بده. طبق رسم و رواج بعد از عروسی یک عالم مهمانی ها صورت میگیره که نیاز از به هر کدامش عروس و داماد تازه عروسی شده تشریف ببرن. حالا که من از همون شب دوم ازدواج به خاطر مستی شوهرم لط و کوب شدم، بر خانه دوست آشنا که می رفتیم بعضی ها می فهمیدن که شاید کبودی اثر خشونت شوهرم باشه. ولی بعضی ها می خندیدن و زیر لب پس پس می کردن که گویا این نشانه رابطه جنسی ماست. بر اونا ای بد نبود که شوهرم مرا لطکوب کنن. ای بد بود که فکر کنن از خاطر رابطه جنسی است. همه ای داغا. شوهرم هرگز مثل انسان عادی با ما رفتار نکرد. شبیه یک خرس وحشی بود. ما بایی که در اثر لطکوب شوهرم درد میکشیدم، ولی بیشتر از او میشرمیدم که مردم بیرون از خانه ازم میپرسیدن که چرا دستایت، پیشانی، چشما یا هم دهنت کبود است. ای اثرات مشتای قوی شوهرم بود. از او خواستم اگر لطکوب میکنه که عادت همیشه گیشه است، فقط به جاهای نزنه که آشکار باشه، چون زبانزد عام و خاص میشیم. او وحشی بود. برای میگفت پریسا، تو خوبی، من هیچ گناهی در تو نمیبینم. فقط همی که مست میکنم خیلی کیف میکنه که بیای ما تو را لطکوب کنم. از صدای زجر کشیدنت لذت میبرم. او وقت فهمیدم که او بیشتر از ضربه هایی که به من وارد میکنه از صدایم لذت میبره. بعض وقت که خاموش میموندم تا دم صبحم لطکوبم میکرد، ولی وقتی که فریاد میکشیدم دگره های میکرد. من زن بودم و تازه عروسی کرده بودم. چطور میتونستم در مقابل رفتار شوهرم اعتراض کنم؟
از زمین رو وقتی که شوهرم لطکوب میکرد زیاد چیغ و فریاد میکشیدم. حتی کوشش میکردم از دستش خود را نجات بدم. فقط به خاطر رضایت خاطرش چیغ بزنم. از این کار یک سال سپری شد. هر بار این طریقه را پیش میبردم. یک روز که خانه مادرم رفته بودم، دختر عمیم با شوهرش آمده بود. اونا قبل از عروسی با هم آشنایی نداشتن، ولی بعد از عروسی یک عشق خاص بینشان شکل گرفت. دختر عمیم میگفت که وقت صبح از خواب بیدار میشه، شوهرش خیلی وقتا برش صبحانه تیار میکنه. شوهرش حتی به خاطر دختر عمیم خانه جداگانه از مادر و پدرش کرایه کرده بود. با هم خیلی خوشحال بودن. اونا دو سال از عروسیشان میگذشت، ولی از مکنوز یک سال شده بود، یک کلمه عرف خوبم از شوهرم نشنیده بودم. همیشه وقت غذا و آبش به وقت می دادم. با این حال زموار مستی و شراب خوریش من بودم و باید هر بار لط و کوب می شدم. یک روز که دلم خیلی پر بود، با مادر شوهرم از زندگیم شکایت کردم. از این که پسرش هیچ رفتار خوب با من نداره، همیشه لط و کوب می کنه. مادرش گفت مگر زن بر چیست؟ وقت که تو را برش گرفتیم به این فکر بودیم که بچه ما را اصلاح کنی. ما خو می فهمیم که او تندخوی است، ولی زن هستی، باید جلوی کارایش بگیری. ما باید جلوی کارا را می گرفتم. واقعا مقصر ما بودم. این مادر که نتونست پسرش را درست تربیه کنه، در آخر انتظار داشت ما پسرش را تربیه کنم. بعض وقتا حتی از جنس خودتام توقع نمیره. با تو مهربان باشه. مردا که همیشه خود مختار زاده شدن. بعضی هایشان با مادر اینچونینی حتی وحشی تربیه میشن، ولی برای کس فرق نمیکنه که چی کار انجام میدن. من دیگه امتحان کردم و هرگز به کسی دهن باز نکردم و شکایت از زندگیم نکردم. هر کسی میپرسید. دنیای خیالی از خودم می ساختم و تحویلشان می دادم. این قسم هیچ کسی به مهری شوهرم و دردی که روز بروز در وجودم بزرگتر می شد را نمی دید. من بازم همه چیز را تحمل کردم. یک بار در حالی که حمل گرفته بودم نفهمیدم، بازم شوهرم مست شد و بازم مرا مورد لطکوب قرار داد. من دیگه از همه چیز و همه کس نامید شده بودم. دیگه جلو شوهر من نمیتونستم بگیرم. به خداوند رجوع میکردم. ولی ای بار بعد از لطکوب چنان از دست و پا افتادم که انگار احساس کردم خداوند صدای من شنید و جان کندنم شروع شده. من سراپا غرق خون شده بودم. بدنم سرد شد و به حال در خانه افتادم. یک وقت که چشمم باز شد در شفاخانه بودم. انوز نمرده بودم، ولی کسی در درونم مرده بود. ما دونی ماه باردار بودم و او از اثر لطکوب از بین رفته بود. جنین در درون بطنم کشته شده بود، ولی انوز بیرون نبرامده بود. دکتر مرا مرخص کرد. یک روز وقت داد، گفت اگر به طور عادی جنین پایین آمد و نیفتاد، بیا که از طریق کورتاژ یا عمل او را از بدنت خارج کنیم. چقدر درد کشیدم، ولی جنین اصلا پایین نیامد. بازم رفتم شفاخانه. جنین را از بدنم خارج کردن و بعد از او چنان درد کشیدم که اصلا قابل تحمل نبود. ولی بازم زن بودم. نمیشد از شوهرم شکایت کنم. صبر کردم. خانواده شوهرم اصلا رحمی به من نداشتن. فقط یک بار پدر شوهرم به او گوشزد کرد که نباید دیگه زن حامله تا لطکوب کنی. اینجام کلمه زن حامله ذکر شده بود. یعنی اگه باردار نبودم دیگه 100% حق دارم مرا لطکوب کنه. بعد از سقط جنینم یک مدت نمیتونستم کارهای خانه را انجام بدم. از اونجایی که بیشترین کار مربوط به من میشد باید به او میرسیدم. چون اگر نمیکدم مجبور بودم عرفا و توینای مادر شوهرم هم قبول کنم. به این ترتیب از دو خواهرم که از من کوچکتر بودن و نوجوان بودن خواستم بیاین چند وقتی که از مکتب رخصت هستن با من در کارهای خانه کمک کنن. اونام آمدن، ولی
دو روز نگذشته بود من بیرون به نزد دکتر رفته بودم که وقتی آمدم هر دو خواهرم بدون کدام دلیل خواستند دوباره برند خانه پدرم. من اعصابم به هم خورد. خیلی گریه کردم. به اونا زنگ زدم. گفتم اینا خوب بیگانه هستند ولی شما از خودم هستین. چطور میتونین بدون دلیل مرا رها کنین و خودتان بیاین خانه؟ اصلا در کار خانه به من کمک نکدین. اونا چیزی نگفتن ولی مادرم دوباره اونا را به خانه ما فرستاد. وقت دلیل رفتنشان را پرسیدم چیزی نگفتن و خاموش ماندن. من یک هفته اونا را نگه داشتم. بعد از او گفتم میتونین برین. روزی که قرار بود فردای او برن من به اونا گفتم که اتاق من را پاک کنن. خودم بیرون در آشپزخانه بودم. یک بار متوجه شدم موبایلم پیشم نیست. باید به برادرم زنگ می زدم که فردا به دنبال خواهرایم بیایم. وقتی به اتاقم رفتم متوجه شدم که شوهرم یکی از خواهرای ما اذیت می کنه. دانشم محکم گرفته و به بدنش دست می کشه. خیلی اعصابم خراب شد. همونجا سر و صدا را انداختم و خواهرایم را از دستش نجات دادم. وقت دیگه تصمیم گرفتم برامیشه این مرد لعنتی را از زندگیم پس کنم. به خانه پدرم رفتم. با آن که به کسی در مورد آزار و اذیت خواهرایم چیزی نگفتم ولی گفتم من از این مرد طلاق میخوایم و دیگه یک روزم با او نمیباشم. هر کس هر آن چیزی که گفت دیگه به کسی ارزش قائل نشدم. دعوای طلاق باز کردم. با وجودی که آسان نبود ولی بالاخره از هم جدا شدیم. بعد از او به جایی که نام او بد شوه و مرد شرابی و بی‌حیا بود نام ما بد شد. در منطقه و قوم خیش به نام یک زن بدکاره مشهور شدم. مردم می گفتن در حال که شوهر داشتیم با یکی دیگه ارتباط برقرار کردیم و این رابطه باعث شده که زندگی مشترکم از هم بپاشه و طلاق بگیرم. شوهرم پشت سرم هر بد و بیرا که بود میگفت. با ما 1001 تهمت زدن. داستانای عجیب و غریب پشت سرم بافتن. تا ما صدای ما بیرون نکشم و آنچه به چشم خودم دیده بودم را به کسی نگویم. ما به کسی چیزی نمیگفتم چون مسئله عزت و آبروی خواهرایم مطرح بود. بازم خاموش ماندم. یک بار از زن شنیدم که شوهرم برش گفته بود یک روز مانده و زله از کار آمدم دیدم خانمم در اتاق ما با لباسهای برهنه را یک مرد تصویری حرف میزنه. همون روز تصمیم گرفتم که زن طلاق بودم. تنها این مسئله نبود. شوهر سابق مران کاری که از دستش می آمد انجام می داد تا هر خواستگاری که به سوی من می آمد را منحرف کنه. متاسفانه در یک منطقه زندگی می کردیم و نمی شد دهان همه را بسته نگه داریم یا به همه گوش زد کنم شوهرم دروغگوی است. به حرفش گوش ندین. ما 7 سال با تمام این تهمت ها در حالی که حتی مادرم مرا مقصر می دانست زندگی کردم. بالاخره از اون منطقه لعنتی دور شدیم. جای دیگه خانه گرفتیم. همانطور که جامعه دیگه اجازه ایره برم نمیداد زندگی مشترک را آغاز کنم هرچی احس و احساس در درونم داشتم هم از بین رفته بود. سالهای بیشمار سپری شد. جوانیم کم کم از دست می رفت. بسن 38 سالگی رسیده بودم. وقتی که گمان می بردم باید به مرگ خودم فکر کنم و دعا کنم که خداوند در پس پیری مرا محتاج برادرزاده ها نکنه ولی یک بار سرنوشت بازی خودش تغییر داد. مرد 51 ساله به خواستگاری ما آمد که تحصیل کرده بود. اولاد داشت ولی خانمش فوت کرده بود. کسی را کنارش میخواست که در لحظه مرگ تنها نمونه. کسی آدرس مرا برشان داده بود. همی که ازم خواستگاری کرد قبولش کردم. چون به حد کافی از اطرافیایم اذیت شده بودم. او واقعا مرد بود. در می سن قلب جوان داشت. با هم زندگی ساختیم. حالا
آرزو میکنم کاش وقت‌تر با این مرد آشنا میشدم تا معنای واقعی مرد را میدانستم و ای که زندگی در کنار یک مرد حقیقی چقدر آرام بخش و لذت بخش است. خدا را شکر میکنم. اگر سالهای اخیر زندگی مهم است ولی خوشحال استم که تانستم چند سال زندگی کنم. ما که بقیه عمر را در زندان بودم، ای آزادی برم نهایت آرامش میبخشه. پایان داستان.